درودی به وسعت ایران زمین خدمت یکایک همیهنان شریف و آزادی ها هم. به اولین برنامه خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید. در دقایق پیش رو و در این بسته خبری به دو عنوان خبری مهم و تحلیلی بر این دو عنوان در خدمت شما هستیم. افشای بولتن محرمانه سپاه به بیت رهبری، اعلام آماده باش سراسری برای شروع مجدد اعتراضات، افشاگری جدید از امام جمعه فاسد تهران فسادی که انتهای آن مشخص نیست اما قبل از مشروع این دو عنوان خبری مهم بار دیگر از شما همراهان عزیز می خواهیم همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید افشای بولتن مهرمانی سپاه به بیت رهبری اعلام آماده باش سراسری برای شروع مجدد اعتراضات روز گذشته منابع خبری در داخل ایران گزارش دادند که در پی حک سامانه های و اطلاعاتی رژیم رونوشتی از یک بولتن محرمانه افشا شده است که در آن حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در گزارشی مفصل برای بیت رهبری به راهکارهای پیشروی نظام جهت آرام نگه داشتن فضای کشور بعد از تعطیلات نوروز اشاره شده است. در این بولتن محرمانه فرمانده سپاه پاسداران اعتراضات معیشتی و اعتصابات گسترده کارگری در سال جدید را از چالش های مهم پیش روی نظام عنوان کرده است. همچنین حسین سلامی با اشاره به قطعی بودن گران شدن حامل های انرژی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا از دولت بخواهد تمام امور مربوط به اعلام افزایش قیمت بنزین و همچنین کنترل امنیت کشور در آن برهه زمانی تماما به سپاه پاسداران سپرده شود و مسئولان ارشد نظام تداخلی در پیش بردن برنامه های سپاه پاسداران ایجاد نکنند. هنوز جزئیات بیشتری از این بولتن محرمانه منتشر نشده است اما چیزی که تا به این جای کار به خوبی مشخص شده این است که جمهوری اسلامی خود را آماده اعتراضاتی سهمگین و گسترده در سطح کشور می کند. آنها بهتر از هر کس دیگری می دانند که بیشتر از این نمی خشم مردم را کنترل کرد و به زودی بار دیگر خروش جمعیت در خیابانهای ایران دامن نظام و علی خامنه ای را خواهد گرفت. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در هشداری که در رسانه‌های ایران منعکس شده گفته است باید منتظر تورم 67 درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم و نتیجه چنین بحران‌هایی تشدید اعتراضات در ایران است. حسین صادقی با اعلام اینکه الگو گرفتن دولت از نسخه نخنما شده صندوق بین المللی پول یکی از دلایل شلختگی اقتصاد کشور است افزود در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین و حاملهای دیگر انرژی هم در راه است که نتیجه چنین بحران تشدید اعتراضات است او با اشاره به شرایط اقتصادی در ایران گفت در طول یک سال گذشته قیمت کالاهای مصرفی در ایران چند بار گرانتر شده اند اما دستمزد ثابت مانده است وبسایت روزنامه اقتصادی آسیا نیوز روز چهارشنبه اول فروردین در این مورد نوشت برخی اقتصاددانها تورم سال جدید را بالاتر از 40 درصد پیش کردند و تأکید کرد که افزایش تورم در وهله نخست دهکهای پایین جامعه را با معضلات معیشتی روبرو خواهد کرد پیش از این حمید میرزاده رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی در روزنامه اعتماد در روز پنجم دی سال گذشته از احتمال تورم 50 درصدی در سال 1403 در ادامه تورم سالانه بالاتر از 40 درصدی سخن گفته بود که به تاکید او از سال 1397 همچنان مهمان صفره مردم است. او افسوده بود تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل پذیری اخشار کم درآمد شده و به طبع آن ممکن است زمینه آشفتگی های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد. در این حال کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به وعده ها و سیاست های اقتصادی تحقق نیافته ابراهیم رئیسی نوشت سی و یک ماه از رؤیای شیرین رئیسی که برای اقتصاد ایران عین کابوس بوده سپری شده است و افسود تورم 24 درصدی دولت قبل اکنون در آمارهای رسمی 46 درصد و در سفره مردم بالای 70 درصد است. در این ارتباط احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد با اشاره به سخنان مقامهای جمهوری اسلامی در مورد تورم میگوید برخلاف ادعاهای مقامات حکومت تورم کنترل نشده و نوسان مداوم نرخ تورم نشانه این امر است. آقای علوی افساید اگر یکی از ریشه های تورم ایران همان افزایش نقدینگی بر اساس کسر بودجه باشد و از آن جهت که کنترل کسر بودجه و نقدینگی در چشمانداز نیست میتوان گفت که نرخ تورم تا زمان کنترل منابع و ریشه آن ادامه خواهد داشت او با اشاره به اینکه کاهش ارزش پولی هم به دلیل تورم در چشمانداز است و کاهش ارزش پولی بر نرخ تورم موثر خواهد بود اضافه میکند بنابراین دلایل متعددی برای افزایش نرخ تورم وجود دارد یا چشمندازی برای کاهش پایدار آن نیست اما به دقت و وسوق نمیتوان میزان این افزایش تورم را تعیین کرد چون تورم متغیر نامتعین است و به دلایل بنیادی و روانی ناشی از انواع تکانه های اقتصادی و سیاسی در نوسان است هرچند گرایش آن فزاینده باشد در همین حال مرکز آمار ایران با انتشار گزارش تورم سال 1402 اعلام کرد که میزان تورم در این سال برای سومین سال متوالی بالاتر از چهل درصد بوده است. همزمان داوود منظور معاون ابراهیمی رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی گفت کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه بیانگر آن است که رشد قیمت ها کند می شود و با شیب کمتری افزایش پیدا می کند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های متعددی از جمله تورم بالا روبرو بوده است. دولت رئیسی و رسانه های دولتی سعی می کنند نرخ تورم 40.7 درصدی را به عنوان دستاوردی برای خود قلم داد کنند. آنها به کاهش تورم نقطه به نقطه در طول سال 1402 اشاره می کنند و می گویند که این نشان دهنده اثرگذاری سیاست های دولت است اما کارشناسان معتقدند نرخ تورم سالانه شاخص دقیق تری از وضعیت تورم در ایران است چرا که میانگین افزایش قیمت ها در طول یک سال را نشان می دهد. افشاگری جدید از امام جمعه فاسد تهران فسادی که انتهای آن مشخص نیست تازه اسناد منتشر شده در مورد زمینخواری در حوزه علمیه ازگل نشان می دهد کازم صدیقی به عنوان متولی این حوزه باغ هزار میلیارد تومانی را با گرفتن مبلغ 6 میلیارد و 600 میلیون تومان از مالکیت حوزه خارج و به نام شرکت خانوادگی خود زده است وبسایت خبر آنلاین در گزارشی به ابعاد جدید این فساد اقتصادی صورت گرفته توسط امام جمعه موقت تهران پرداخته و نوشته این اتفاق در حالی رخ داده که برآورد می شود باغ 4200 متری ازگل حدود 1000 میلیارد تومان ارزش داشته باشد اما به کمتر از 7 میلیارد تومان واگذار شده است در گزارش منتشر شده آمده است این پول کمتر از بهای یک آپارتمان 50 متری نوساز در منطقه ازگل است و در واقع این باغ تنها به قیمت هر متر مربع یک میلیون و هزار تومان فروخته شده که 150 برابر زیر قیمت منطقه است. در روزهای اخیر یاشار سلطانی روزنامه‌نگار با انتشار اسنادی از پرونده زمینخواری در مدرسه علمیه خمینی پرده برداشت که بر اساس آن مالکیت باغ 4200 متری با ارزش تقریبی 1000 میلیارد تومان به شرکتی متعلق به کازم صدیقی و بستگانش منتقل شده است. در بخش دیگری از تازه ترین گزارش تاکید شده در سند انتقال باغ سراحتا نوشته اند کل این مبلغ نقدن تسلیم فروشنده شده که به این معناست که فرزند کازم صدیقی این مبلغ را نقدن به فروشنده یعنی پدرش پرداخت کرده است. تأکید بر پرداخت نقدی و نبود هیچ گونه سند بانکی از جمله مواردی است که وبسایت خبر آنلاین با استناد به آن جابجایی پول را مورد تردید قرار داده و نوشته حالا که گفتند باغ را برمیگردانند حوزه علمیه باید 6 میلیارد و 600 میلیون تومان را به خریداران عودت دهد پس از مطرح شدن زمینخواری از سوی کازم صدیقی و انکار این اتفاق از سوی شخص صدیقی و ربط دادن آن به دشمن حوزه علمیه خمینی در بیانیه ای تاکید کرد که انتقال سند زمین باغ ازگل به شرکت کازم صدیقی و پسران توسط خود صدیقی در محضر انجام شده و تاکید کرد با اطلاع از تخلفات دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده است بر اساس نامه‌ای که در برخی رسانه های داخلی از جمله روزنامه همیهن و وبسایت اقتصاد 24 منتشر شده بود این حوزه علمیه با تایید اصل خبر گفته بود اشکالات شکلی پیش آمده بود که رفع شد این حوزه با اعلام آن که در حال حاضر ملک مذکور در اختیار کامل این حوزه است ادعا کرد که بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن اطلاع رسانی خواهد شد با باز شدن ابعاد تازه از پرونده زمینخواری امام جمعه وقت تهران کاربران شبکه های اجتماعی نیز خواستار برخورد قضایی با امام جمعه موقت تهران شدند محسن برهانی وکیل دادگستری در کانال تلگرامی خود با عنوان بوی ماست مالی میآید نوشت پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم به صورت تام هیچ تأثیری بر تحقق جرم ندارد جرم انتقال مال غیر واقع و تمام شد برهانی نوشت باید توجه کرد که جرم اصلی در انتقال 4200 متر زمین صورت گرفته است و کازم صدیقی به عنوان متولی مدرسه ملک مدرسه را به یک مؤسسه منتقل کرده است. سینا جهانی نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که هر روز ابعاد بیشتری از این زمینخواری منتشر می شود و صدا از هیچ نهادی در نمی آید در حالی که مهدی یراهی را برای انتشار یک ترانه مثل تروریست ها بازداشت کردند. همچنین علی مشتهدزاده وکیل دادگستری نیز در کانال تلگرامی خود نوشت که حوزه علمیه خمینی اعلام کرد کازم صدیقی شخصا سند انتقال ملک را امضا کرده انفعال مراجع قضایی تا کجا ادامه دارد به نوشته این وکیل دادگستری کازم صدیقی بیشتر به دین و اعتقاد ملت ضربه زده یا آن دخترانی که حاج فیروز شدند جرم سنگین تر است یا زنان بیهجاب همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری از کانال آوای ایران رسیدیم امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه بار دیگر در پایان برنامه یادآوری می کنیم که مهر خودتون رو از کانال آوای ایران دریغ نکنید و با لایک و کامنت همچنان یار و یاور ما باشید تا یک بسته خبری دیگه بدرود و پاینده ایران